خب من نمیدونم این داره سلام عرض میکنم خدمت شما. صبح چشمونو با خبر درگذشت یکی از بهترین و پرکارترین روشنفکران ایرانی باز کردم، نجف دریابندری. خاطرات خیلی زیادی دارم من و حرفای خیلی زیادی دارم من درباره آقای دریابندری بزنم و امیدوارم فرصت بشه. عمر پرباری داشت. اولین کسی بود که به اهل غرب واکنش نشون داد در برابر هجوم هولناک آدمایی که اهل غرب رو میکوبیدن. اومد یک مقاله نوشت و گفت که بابا حداقل این دریا رو برای اولین بار توی ادبیات ایران آورده. خب همین موند و باعث شد که خیلی خودشون رو جمع جور کنن. اما آشنایی من گذشت از اینکه اون جنوبی بود منم جنوبی بودم، از طریق دوست بسیار عزیزم جانت لازاریان بود که همسر اول آقای دریابندری بود، یا به قول خودش نجف. خیلی 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 شوخ طبع بود، خیلی در این دقت و موشکافی که داشت بسیار آدم شوختم، مثل همه جنوبیا. همه جنوبیا اینجوری هستن بیشترشون. نجف تو آبادان که بوده گاهی وقتا مشروب میخورده و مامانش هم نمیگه ننش ننشم، همه ما میگفتیم نه نه دیگه ننشم، نصیحتش میکرده نه نکن نه نه مشروب نخور و اینا. بعد اینکه کلکی میزنه به ننش، میگه نگاه کن تو نمیذاری من مشروب بخورم، ولی اگه از این به بعد هر وقت مشروب بخورم برات روزه بخونم خوب نیست، بهتر نیست که هم من مشروبم بخورم هم تو روزتو گوش بدی. حالا یه قرارداد دو جانبه بین ننه با پسر بسته میشه که ایشون هر وقت روزه میخونه مشروب میخوره بشینه روی یه کرسی کوچیکی، ما ننش هم بشینه جلوش مشروبشو بخوره، اونم روزه سید شهدا بخونه، ننه گریه کنه اونم عرقشو بخوره. و اینو خیلی جانت با خنده و یک شور و شفی تعریف میکرد از سادگی مامان نجف و از شوخ طبعی نجف که چجوری حتی مامانش رو هم به راه خودش میاره. بعد از انقلاب، من قبل از انقلاب هم ایشون رو دیده بودم و بعد از انقلاب که دیگه انقلاب پیروز شده بود و بگیر به بندا شروع شده بود، بعد یه مدتی خب جلو راست تو میدون انقلاب، جلو تو خیابون انقلاب دیدمش. حالا دیگه اسم شارزام عوض شده بود و اینقدر شکسته و فرتود شده بود که نگو. فکرم خدایا این موجی که اومده چه سر ما آورد و اصلا این آدم از تو این طوفان قد میکشه سالم گذر میکنه یا نه. یه چند مدتی بعد، یه سالی بعد، دو سالی بعد که دیدمش، دیدم نه دوباره مثل ققنوس سر بلند کرده و همونجور مرتب و تو چهرش امید و آرزو و هستی هست. بهترین کارهای ترجمه رو، یکی از بهترین مترجمان ما هست و ما هر چی داریم
آشنایی با ادبیات غرب از طریق مترجمانی مثل نجف. خب البته تنها نبود و یه زمانی تو فرانکلین کار میکرده و خلاصه داستانهای دیگری هم هست که اینجا جای گفتنش نیست. یادش گرامی آدم حساسی بود رو ادبیات، روی کار فرهنگی و تا آخرین بهش من مثلا کلمه ای که براش دارم کلمه جون سخته. دو تا فرزند داره، یک پسر یک دختر که از جانت لازاریان و هر دوتاشون تسلیت میگم. میدونم که پدرشون رو خیلی دوست داشتن و دوست نازنین من جانت هم چند سال پیش از دنیا رفت. خیلی اونم خیلی تاثیرگذار بود و عشق علاقه ای که به نجف داشت هنوز تو وجودش غلغل میزد و خیلی اشتیاق داشت که از جنوب بدونه. هنوز جنوب رو مثلا یه جایی برای دوستی و عشق ورزی میدونست و هر جنوبی رو دوست داشت. این رابطه یعنی عشقش با نجف، ازدواجش با نجف این تاثیر رو روی جانت گذاشته بود. من این دوتا رو اصلا نمیتونم بدون همدیگه تصور کنم، نه جانت و بدون نجف، نه نجف و بدون جانت. با اینکه مدت ها بود که از هم جدا شده بودن ولی هنوز وقتی جانت ازش حرف میزد با یک حسرت عجیبی هنوز. یادش بخیر، یاد تمام کسانی که برای فرهنگ و ادبیات و انسانیت در هر جای دنیا کار میکنن بخیر. اونایی که زندن شاد و سلامت باشن و اونایی که رفتن رهروان زیادی داشته باشن و مقایسه کارهای ترجمه الان و ترجمه که نجف دریابندری میکرد یا بقیه به من یه چیزی رو میگه که در قدیم بازار کار کمتر اهمیت داشت ولی الان کسانی که این از سراغ ترجمه یه دفعه 50 نفر یک کتاب رو ترجمه میکنن در واقع هجوم به بازار کاره که این از ارزش ادبیت یک کاری کم میکنه. خب عمر درازی کرد نجف. همسر دومش هم سالها پیش من رفته بود، چند سال پیش اومد میشه بود و در عمر درازش کارهای خیلی خوبی کرد. خوبه که آدم آسوده پول بارش رو زمین بزنه. فکر کنم نجف خیلی آسوده و با خیال راحت پول بارش رو زمین گذاشت. من میتونم بگم که چنین کنن بزرگان، همه بزرگان چنین میکنن. یک اسم یکی از کتاباش که خیلی هم طنزه. روز روزگارتون خوش. ما در روزگار کرونا هستیم هنوز و امیدوارم که یه روزی بشه راحتتر و با خیال راحتتری با هم حرف بزنیم و از این آتش هم هممون گذر کرده باشیم. من همیشه از کسانی مثل نجف یاد میگیرم و یاد گرفتم. در واقع همینگوی رو نجف به ما یاد داد، به ما معرفی کرد. از پرکاریشون یاد گرفتم که جدیت بخرج بدم روی چیزی که میخوام، روی نوشتم، روی همیشه هم دارا تعجب میکنم یکی یه صفحه می نویسه بعد میخواد ببینه من مثلا ادامه بده یا نه. نه به من چه ربطی داره که شما ادامه بدین یا نه. کسی که بخواد برای ادامه کارش از این و اون تایید بگیره مثلا چجوری میشه آدم باش ارتباط برقرار کنه. بخونید 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 که 41 ساله که ما
هر کسی که بی سوادتر از خودش بوده شده استاد، هر کسی که بی دانشتر از خودش بوده تو دانشگاه درس داده، آدمایی مثل نجف دریابندری حذف شدن، اونایی که باید تو دانشگاه درس میدادن، اونایی که جدی بودن، اونایی که ادبیات رو میشناختن، روانشناسی، جامعه شناسی، در مورد اینا بحث زیاده. البته کسایی که با بی سوادی رفتن تو دانشگاه بعد شروع کردن به خوندن و یه دوباره اخراج شدن، ولی تبدیل دانشگاه به حوزه علمیه قوم خرج داشت. خرجش هم این بود، حذف تمام آدم های جدی و خوشبخت و با دانش و با هوش، با آوردن هرچی آدم بی دانش و پرمدعا و خنگ یواش یواش داشت تو دانشگاه به عنوان استاد. وظیفه یک ملت که ادبیات خودش رو سر پا نگه داره، این وظیفه ماش. ما نمیتونیم فقط دولت، دولت یه عده هستن در سطح جهان تو الان مواجه هستی دنبال سود خودشون، تو روشن فکر جامعه که هستی باید واکنش، که فرق نمیکنه تو آمریکا، تو ایتالیا، تو فرانسه، هر جای دنیا. بنابراین وظیفه همه ماست که خواندن رو فراموش نکنیم، یاد گرفتن رو فراموش نکنیم و کار کردن. یاد نجف دریابندری، ژانت لازاریان و تمام آدمای خوب از دست رفته بخیر.